دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش جدیدی گفته است که تلفات غیر نظامیان و حملات بر شیعیان هزاره از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان همچنان ادامه داشته است. بخش حقوق بشر یوناما در افغانستان روز سهشنبه شش تیر گزارش خود در مورد تاثیر مواد انفجاری جاسازی شده علیه افراد غیر نظامی را منتشر کرد. در این گزارش آمار تلفات غیر نظامیان از جمله تلفات حملات علیه شیعیان هزار در مساجد مراکز آموزشی جاده ها و وسایل حمل و نقل بررسی شد در این گزارش به صورت ویژه از حمله به مراکز آموزشی شیعیان هزار در غرب کابل و حمله به عزاداران ده دههی دهه آشورا در سال 2022 میلادی اشاره شده است دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تا سی مه تا سی ماه مه سال جاری 1095 غیر نظامی کشته و 2679 غیر نظامی دیگر زخمی شدند این نهاد گفته است که تلفات غیر نظامی ناشی از انفجار مواد انفجاری جاسازی شده هنوز هم به عنوان یک نگرانی قابل توجه در افغانستان شمرده می شود که مشخصه آن افزایش حملات بر عبادتگاه و علیه هزارها و شیعیان است دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حملات گروه تروریستی داعش و دیگر بازیگران را از عوامل اصلی آسیب رساندن به غیر نظامیان در این کشور خوانده است